مربای کیوی، مربایی که ساده و سریع آماده میشه و طعم متفاوت و فوق‌العاده عالی اون طرفدارای زیادی داره. بریم با هم ببینیم چطوری مربای خوشمزه تهیه میشه. 1 کیلو کیوی احتیاج داریم که کیوی باید حتما سفت و رسیده باشه. پوست کیوی رو میکنم و از وسط برش میزنم و به این صورت که میبینید خلالی یک دست خورد میکنم. به شکل حلقه‌ای هم برش بزنید مربا خیلی قشنگ میشه، ولی من دوست داشتم که مربام یه مقدار ریزتر باشه، به خاطر همین از وسط نصف کردم. حتی چارقاش و کوچیکتر هم بکنید خوب میشه. 1 کیلو شکر رو روی کیوی ها میریزم. اول یه مقدارش رو میریزم، یکم هم میزنم که شکر لابلای کیوی بره و بعد مجدد مابقیش رو روی اون میریزم. کیوی که من گرفته بودم ترش بود و اصلا شیرینی نداشتش، به خاطر همین 1 کیلو شکر رو کامل داخلش ریختم. ولی اگه کیوی شما شیرین بود، یه مقدار شیرینی داشتش، میتونید کمتر شکر بریزید، در حد 700-800 گرم. مقدار شکر سلیقه‌ای هستش، ولی دیگه بیشتر از 1 کیلو داخل 1 کیلو کیوی شکر نریزید، باعث شکرک زدنش میشه. بدون اینکه آبی اضافه بکنم شب تا صبح روی اون رو میپوشونم و میذارم تا کاملا آب بندازه. خب همونطور که میبینید کیوی کاملا آب انداخته و اون رو داخل قابلمه که قرار مربا رو توش آماده بکنم میریزم. یه مقدار هم میزنم تا این شکری که میبینید حل نشده تا حدودی حل بشه و بعد روی شعله متوسط میذارم. میتونید برای رنگ دادن به مربای کیوی رنگ خوراکی سبز هم به اون اضافه بکنید، ولی من داخل این مربا از هیچ رنگ خوراکی استفاده نکردم و حتی داخلش هم زعفرون نریختم. میتونید زعفرون بریزید هم برای طعمش و هم برای رنگش، ولی به نظرم مربای کیوی بدون زعفرون اضافه کردن و رنگ خوراکی واقعا خوشگل میشه. یه تیکه چوب دارچین رو هم از وسط نصف کردم و داخلش انداختم. رو همون شعله متوسط میذارم تا شهد مربا به جوش بیادش و کف روی اون رو میگیرم. بعد هم حرارت رو کم میکنم و اجازه میدم که کیوی با آرومی بپزه. تا آخر پخت مربا هم هر زمان که احساس کردم روی اون کف ایجاد شده، کف ها رو مجدد از روی اون میگیرم. دوستان لطفاً در پایان با دنبال کردن کانال، لایک ویدیو و ارسال برای دوستانتون از کانال حمایت کنید. ممنونم. خب برگردیم سراغ پخت مربای خوشمزه‌مون. تقریبا 30 دقیقه از پختش گذشته. میخوام تست غلظت شهد رو انجام بدم. داخل یه ظرف مقدار آب یخ میریزم. از شهد داخلش ریختم. توی تصویر بخواد اینکه شهدش بیرنگ هستی زیاد معلوم نیست، ولی پخش هم نشد. روش دیگه یه برای نشون دادن جلوی دوربین انتخاب میکنم. داخل یه بشقاب میریزم، به راحتی حرکت نمیکنه توی بشقاب و بین دو تا انگوش میگیرم. کش اومد، یعنی که به قوام رسید. بیشتر از این مقدار ساعت نذاری روی حرارت بمونه، بخواد اینکه سرد میشه، غلیظتر میشه. برای عطرش هم نوک قاشق چایخوری وانیل و برای اینکه شکرک نزنه یک قاشق چایخوری آب لیمو تازه بهش اضافه میکنم و حرارت رو خاموش میکنم. 12 ساعت دمای محیط میذارم تا خنک بشه و بعد هم داخل شیشه یه تمیز و استریل میریزم. بیرون از یخچال هم میتونین نگهداری کنین. طعم این مربا یه جورای عجیبی عالی هستش، تقریبا مثل مربای توت فرنگیه. خب این ویدیو هم تموم شد. ممنون که تا پایان همراه هم بودید. امیدوارم این مربا رو تهیه کنید و از خوردنش لذت ببرید.